내보내. 호 간다 송계를 믿은 것담. جناب آقای سروش سهر. من سه بار گفتم چه جست زشتی، چه جست زشتی، چه جست زشتی، چه جست زشتی. بفرمایید هندوانه. حالی چطوره؟ خیلی خیلی خوب و خوشحال و هیجان زده. به به. تا به حال هندوانه دیدی؟ من راست بگم یه دروغ. دروغ. هر شب میبینم. حالا راست؟ خیلی تعریف شنیدم، یه بخشایش رو دیدم، کلی چیز دربارش خوندم، کلی چیز بهم گفتن، چون سر کار بودم کم دیدم. راست میگی، تو فصل قبلی هم اصلا قرار بود به ما زودتر ملحق شی، همش سر کار بودی و نشد. ولی خیلی 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 تعریف شنیدم، یه بخشایی رو هم تیکه تیکاره این ور اون ور گذاشتن دیدم. دیدی. سروش چقدر میخندی در طول روز؟ میکن 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 معلوم از بچه بچه چقدر میخندی در طول روز؟ من خیلی. آره؟ ولی به چیزهای بد میخندم. مثلا این چی؟ بگم دروغ بگو. دروغ به لطیفه های باادبی میخندم. راستش من متاسفانه به چیزای بی‌ادبی میخندم. خب و وقتی که یه بلای سر یکی میاد هم خیلی میخندم. بلای سر خودت هم میاد میخندی؟ چیزه وانمود میکنم دارم میخندم ولی داری زرج. آره و اینکه بقیه هم میخندن خوشم نمیاد ولی میفهممشون. آها آره دیگه تو هم جمعونه باشی هم اینطور میکنی. مثلا زمستونا که میرم کوه همش دارم میخندم. میخورن زمین، یکی بپره از لب جوب مثلا بیفته پاش تو جوب بخوره زمین دیگه روده بر میشن. چرا آدم خندش میگیره اینجور موقع؟ خب برای اینکه یه چیز معمول نیست دیگه، یه چیز ناقه. البته اگه بلایی سر این طرف نیاد، یعنی فقط بیفته تو آب خیس بشه اینا، خب خیلی خنده داره. آره مثلا این صندلی بیفته بخوری زمین ما همه میخندیم. ببین توی روانشناسی میگن یکی از دلایلش اینه که تو ناخودآگاه خوشحال میشی که جای اون نیستی. آره اینم هست. آره اینم هست. و آدم هایی که بیشتر خجالتیان بیشتر به اینجور موقعیت ها میخندن. بله. خجالتی؟ خیلی خیلی. راست داری میگه دروغ؟ الان دارم راست و دروغش دیگه معلوم میگه. ولی آره خجالتی هم فکر کنم. همه میگن خیلی پر روی ولی خودم احساس میکنم خیلی خجالتی هم. باور میکنم. خودت هم همینجوری؟ آره منم اینه. منم بخش خجالتی ندارم. مثلا یکی یه کار بد میکنه من خجالت میکشم. آها تو که میخندی که؟ نه کار بد نخوره. مثلا یکی داره زشت غذا میخوره من هی خجالت میکشم. یعنی اون داره زشت غذا میخوره من هی مثلا معذب هم هی به بقیه میگم ببخش. گزخایی میکنه. دو تا تو هر کدومش یه سری کلمه است. با اینا یه ماجرا برای ما تعریف کن. با اول با یکیش. چقدر دیگه تعجب کرد. تو این هیچی نیست. مگه میشه؟ نه هست. بگو کلماتو برام. قله دماوند، سرزده، قله اورست، قله شیر، فشفشه، عدسه، رضا کیانیان. این برای شبی که آقای کیانیان اومدن اینو دادیم بهشون. یعنی کشیدن. یه ماجرا تعریف کردن. تند و سریع. آره. من الان شروع می‌کنم به گفتن. برو یک، دو، سه. یه دفعه آقای رضا کیانیان می‌خواست بره قله دماوند که طبیعتاً اشتباه رفت قله اورست، چون مسیر رو بلد نبود. اونجا یه عدسه کرد عین فشفشه، یه توله شیر سرزده اومد، آقای کیانیان رو خورد و مرد. فقط سوال نکردی توله شیر مرد یا آقای کیانیان؟
بازی کی برد؟ کیانیان که الان هستم تو رو مرو کنید باشه. ای وای پستونک میخواد با همین جام رستوران انعام شلوار بنفش چسب گراز ای وای چون باورتون نمیشه ولی من یه گرازی دیدم که شلوار بنفش پاش بود پستونک میخورد هر شب میرفت رستوران شام میخورد انعام مفصل میداد و بعد صورت حساب رو میچسبون روی اینجای گارسون و میرفت خیلی عالی بدونه که از اون جایه سهارا یکی دیگه هم میخواه بدونه که چی بیاد خب همینجوری که ادامه داره بیا یکی دیگه چی؟ سوباسا پدر پسر شجاع آبشار نیاگارا محبوب قلب ها پلافل سوباسا فوتبالیست ها بود آره پدر پسر شجاع هم چند خوش تلویزیون آقای چیز دوبگرش داشتن صحبت میکردن و بعد ازشون پرسید که قبل از به دنیا آمدن پسر شجاع اسم شما چی بود؟ چی گفتن؟ گفتن که من از بعدش دیگه گفتن این سوال خیلی ازم میپرسن آره داره وقت میخواه آره دیگه یه دفعه از آقای ربیعی هم دوبلور پدر پسر شجاع یه دفعه از آقای ربیعی که دوبلور پدر پسر شجاع هم پرسیدن که شما دوست نداشتین برای سوباسا هم دوبله کنین آقای ربیعی کسی که این سوالت رو ازشون کرده بود و از بالای آبشار نیاگارا پرت کردن پایین و به این ترتیب محبوب قلب ها شدن یه فلافل خوردن و یه آب هم روش سروش وقتی که دلت میگیره چی پا میکنی؟ گریه میکنم قصه میخورم رانندگی میکنم میرم پیش دوستام و شعر میخونم شعر از کیا؟ از سعدی، از عطار، از حافظ سعدی خیلی زیاد تاجاله چیز از سعدی حفظی؟ بله میخونی؟ میشه یه دو خط همش همیشه میخونم ولی آخه این خیلی به درد بخوره میگه به راه بادی رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم چقدر قشن هم سروش هم آقای سعدی تشویق سفر میری؟ تا جایی که بشه نه تا جایی که بشه نه چه عجیب چطور؟ باید من فهمیدم که یه سری چیز هاست که همه میگن آدم باید انجام بده ولی اگه دوست نداری نباید انجام بده من خیلی سفر دوست نیست چرا؟ برای اینکه همینجا بیشتر از هر جایی بهم خوش میگذره تهران رو دوست داری؟ خیلی زیاد تو تهران میگردی؟ خیلی کم محله قدیمی تهران رفتی؟ خیلی خیلی کم دوست نداری بریم یه بار با هم بریم؟ بریم اگه واقعا میای آره بریم جای فوق‌العاده‌ای داری بعد اصلا همینجا هم پخشش میکنیم آره چرا نه میگیم و میخواهیم آره بکنیم این کارو بچه ها کیا محله قدیمی تهران رو رفتن؟ مثلا کلن منطقه اودلاجان رو مثلا میشناسیم دیگه قدیمی ترین محله تهرونه میشناسیم؟ آره تو میشناسیم؟ من محله قدیمی اصفهان چون اصفهانی هم آره. زیاد رفتم آره اونجا هم خیلی خوشگله فوق‌العاده است آره راست میگیم آره سفر خیلی دوست ندارم دوست نداری؟ میرم ولی سفر جز به چیزه که میگم آخ وای سفر اینا نزد صف خانوادت بخوام برن سفر تو باشون همراهی میکنی؟ گاهی وقتا نه گاهی وقتا آره دیگه خیلی چی بشه بعد دیگه هم بریم نه خودم هم میرم ولی میگم عاشق سفری یه ده اصلا منتظر یه تأکیدی هم منتظر یه فرصت هم منتظر یه بهونه هم که برن سفر آره. من منتظر یه بهونه هم که نرم سفر وقتی برنامه سفر هست دنبال یه چیزی هم که نرم سفر چیزی وقتی میری سفر اضطراب میگیری؟ نه خیلی بهم خوش میگذره آها فقط فهمیدین بالاخره چی؟ بالاخره ماجرا چیه؟ من الان براتون توضیح میدم خوش میگذره به من وقتی میرم سفر خیلی خوش میگذره ولی تو تهران بیشتر خوش میگذره آره میفهمم
تهران چیکار میکنیم که بهت خوش میزنه؟ تهران واقعا کار زیاد خاصی نمیکنم، ولی کارهایی که دوست دارم دم دستمه. من یه تعدادی کار دوست دارم که اونا دیدن دوستامه، بعد روزنامه خوندن خیلی دوست دارم، مجله خوندن دوست دارم، کتاب خوندن، غذا خوردن، اینا همش اینجا هست. چه غذایی دوست داری؟ ببین به نظر من غذاها به دو دسته تقسیم میشن، غذاهای خوشمزه و غذاهای خیلی خوشمزه. ها خب مثلا سر کار که ما هستیم میان میگن که این آشپز رو عوض کنیم، میگم چرا؟ میگن که برای غذاش، میگم غذاش که خیلی خوشمزه. یعنی تو دانشگاه به نظرم غذا عالی بود، سربازی به نظرم غذا عالی بود، سر کار غذا عالیه. اصلا معترض نیستی به هیچ دستپختی؟ معترض نیستی؟ آخه خیلی باحاله. من تا حالا غذای بدمزه واقعا یادم نمیاد خورده باشم. غذای خیلی خیلی خوشمزه یادم، ولی مثلا غذایی که میگم هیچ، خب مثلا وقتی نمک نداره خودم نمک میزنه، نمیدونم اگه شور آدم یه ذره برنجشو بیشتر میکنه، یعنی همه چی قابل حل و خوشمزه لذت بود. آره نمیدونم، بر من اینجوریه با غذا با خواب اینا خیلی بهم خوش میگذره. خب چقدر میخوابی؟ زیاد نمیخوابم ولی خوابو خیلی دوست دارم. آشپزی چطوره؟ افتضاح دیدید؟ بله. در شام ایرانی بله، ولی اول شدم. آره خجالت بکش دیگه، اینقدر نقدر محکم دیگه تو چش من دیگه نگو دیگه. آشپزیم افتضاحه، افتضاح. اصولا دارم تنبلی هم. یه مسابقه بدیم با هم دیگه؟ بلیم. اینجوری نه از یه بر، نه از یه بر، نه دو طرف. خب تو تمرین کردی، من باور کنم مگه میشم؟ باور کنم. بچه این مسابقه رو امتحان بزن، یه ذره تمرین کنم بیا. چیکار کنی؟ هر کی بیشتر زد، اونی که باخت. نه از یه بر باشه، از یه بر. اونی که باخت دو تا لیوان آب میخوره. یه لیوان؟ دو تا لیوان باش. یه لیوان؟ نه دو تا لیوان. دو تا لیوان برو بری شروع کن. اتوان تشنم هم هست. تمرین کردم هم مطمئن. باور کنیم مگه میشم چیزی؟ من اصلا اومدم داشتی اینجوری میکردی. برو شروع کن. نه اول تو، چرا من؟ اول من شروع کنم؟ بره بالا ها. آره هم تپ 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 تپ. نه آره بچه انرژی مثبت بهم بدیم. دو سه خب تا صبح میزنی که بیست و پنج سال دستم به راکت نخورده. بعد 25 سال، بعد 25 سال که دستم به راکت نخورده این دوتا لیوان آب رو بخور اصلا. اه؟ من اینجوری رفتم از یه جاها. اولی که اینجوری رفتی افتاد دیگه. نه اولی اولی که اینجوری رفتی افتاد. برو آقا جون برو بهت برو بیدم. یک انرژی مثبت. انرژی مثبت تر. بیست پنج سال دستم به راکت نخورده ها. یک دو سه نه آقا سب کن. اه چرا که بالا بره؟ تو گفتم تو به من نگفت. نه نه بره بالا، من بایش میکنم. سروز قانونی که میزنم خود که رعایت کن. من هر چی بگم تو گوش میکنم. آره معلومه اون خورده تلی بابا. نه دیگه نه بذار، این که جریمه بازنده است. بره بالا بره بالا. زدم که بره، اصلا دیدی که زدم بره. آره دیگه فهمیدم. برو بعد تازه یه دورم زدم و یعنی با یه چرخش. من یه هندونه بهش میخورم.
اینه پلنگ زورتی چلپ چلپ صدا میدم. تو از من سوالی نداری؟ چرا؟ حالت خوبه؟ آره خوبه. خسته نیستی؟ یکم. چرا؟ فشار کار زیاده فعلا. آخه چون که همش میخندین و هندونه میخوریم این چه فشاری؟ این به چشم میاد. بعد بهتون خوش میگذره، بعد برنامه وقتی که موفقه آدم زیاد خسته نمیشه. آره این واقعیته، ولی به هر حال چون اوایل کاری واقعیتش اینه که ما باید دیرتر شروع میکردیم. کی بریم اودلا جان؟ یه صبح بلند شیم بریم با هم اونجا بگردیم، یه ناهارم بخوریم برگردیم با دوربین و موربین و اینا. موافقی؟ بکنیم این کارو ما؟ پروژه‌تو بگو برام. من یه سریالی ساختم به اسم شمدونی که 53 قسمته. ماشاءالله. آره بعد یه کاری به اتفاق ایمان صفایی در حال نوشتنی، من و ایمان سوالات هرچی می‌نویسیم با همه، که از تابستون شروع می‌کنیم ساختش رو برای شبکه یک. و شمدونی 3. شمدونی آره شبکه 3. یه بخشی داریم به اسم آدم باحال، این آدم باحالا رو شما میبینین و در صورتی که دوستشون داشته باشین با هر چقدر به نظرتون آدم باحال به نظر بیاد، بعد برای ما اسمس میکنین، پیامک میکنین و رای میدین بهشون. بعد اینا اینجوری میشه که آدم باحال هفته معلوم میشه، بعد مثلا دو نفر هفته دو بار یکیشون انتخاب میکنیم، هر هفته پایان هفته پایان ماه چهار آدم باحالی که انتخاب شدن رو انشالله میتونیم بیاریم به استودیو، اون وقت اینجا ببینیم آدم باحالی که شما رأی بدیم بهشون کدوم یکیه. خب بشه آدم باحال ماه. الان خانم شبنم فرشادجو، بازیگر بسیار خوب، کمدین، دوربین به سراغشون رفته و ببینیم که چه حال و هوایی رو برای ما ترسیم کردن. ببینیم، برگردیم. خانم سبزیجات درست کنم، من در آوردی خاگینه سبزیجات خانم فرشادجو. بینندگان عزیز اول گوجه رو اینجوری میکنم رنده میکنیم. شنیدیم خیلی آشپزی میکنید شما. نه اصلا. خب شما حوصلت که سر میره آشپزی میکنی یا حوصلت سر میره چیکار میکنی؟ حوصلت سر میره سریال میبینم. خب حوصلت سر میره با تلفن حرف میزنم، تو اینترنت میرم، بعضی وقتا کتاب میخونم. کتاب خوندنم خیلی کم شده. وقتی که غمگین هستین چیکار میکنین؟ موسیقی گوش میدم، موسیقی که غمگین میرم بیشم گریه میکنم. خوبه؟ وقتی میخواین حالتون خوب بشه چیکار میکنین؟ موسیقی شاد گوش میدم، سوار ماشین میشم، گاز میدم تو اتوبان. شما چند وقتی داری کار کمدی میکنی؟ این چقدر خودخواسته بوده، چقدر انتخابتون بوده، چقدر بالاخره ناگزیر پیشنهادها و اینا بوده؟ اگه که پیشنهاد کمدی داشته باشم و کار جدی، من کمدی رو انتخاب میکنم، به خاطر مردم، فقط به خاطر مردم. من با روغن زیتون درست میکنم چون خوشمزه‌تر میشه دیگه، از کره بهتر. این کار کمدی که میکنید واقعا پشت صحنه مثلا حالتون بهتره یا اصلا فرق نمیکنه؟ همه خیلی بهتره، قطعا خیلی بهتره. شما فکرشو بکن با یه گروه همش داری میخندی دیگه، یعنی حتی من دیدم بچهای کار کمدی خودشون هم این ویژگی رو دارن، یعنی فقط دارن اتفاقای تلخ هم مثلا توی پمپ بنزین براشون افتاده رو یه جوری تعریف میکنن که تو هم خندت میگیره، در حالی که تلخ ها ولی میخندی. خب این بده به نظر شما؟ اولین باری که خندیدید در عمرتون کی بود خانم فرشاد؟ سر دوستم رو شکوندم. چند وقتگی؟ فکر کنم 5 سالگی. کینوش فامیلمونم هست. به به، کاش که قارشم داشتم. حفظ. شما کلن معروفی به آدم خنده رو شوخ؟ جدی؟ خیلی جدی هم، هر جا میرم دعوا میکنم.
چرا؟ نمیدونم اصلا عجیبه. الان شما فیلم های پشت صحنه رو اگه نگاه کنید تو سریال ما، من همش جدیم. بگیریم بریم دیگه. چقدر میخندیم مثلا اینطوریام. تو جمع بگن که فرشاد جون اومد مثلا الان میخندیم خوش میگذره فلان، اینا اینجوری نیست. نه؟ میخنده و اینا. چرا؟ چرا؟ خیلی دوست دارن از هم نشینی با من، همه لذت میبرن. یعنی به قول رفقا با شما خوش میگذره؟ بله با من خوش میگذره. ولی خب خیلی روکم، خیلی حرفامو میزنم اینا. خب این یه خورده کسی که منو نشناسه گارد میگیره واسم دیگه، یعنی طبیعیه. آره اتفاق میفته. خیلی بعد منو بشناسن. آره آخرین باری که دعوا کردید کی بود؟ بگم با بچه های لباس همین سر کار دعوا کردم. آخ این کار رو بازیگرا میکنن یه ذره که خودشونو گم میکنن. نه ربطی به اون نداشت. من وقتی حق دارم دعوا میکنم دیگه. ما قضایی داریم که مثلا آدم بخوره حالش خوب شه مثلا. چه من گلگاب زبون رو میگن اینجوریه. قضا رو نمیدونم. چرا زعفرون؟ زعفرون این خاصیت رو داره. اهل خوردن زعفرون نیستی مثلا؟ چرا زعفرون؟ یه رو شما عمل نمیکنه. ولی گلگاب زبون چرا؟ یعنی شبا برای آرامش، برای اینکه خوب بخوابی و اینا. میگم موزم خوبه البته اون، ولی برای خواب. اون غذا رو نباید کاری کرد آیا؟ نه دیگه الان فکرم حاضره. این خاگینه سبزیجات چیز معروف رو بیارید ببینیم که چی شد. باید ازش این سر بگیریم. میگیریم یعنی قیافش خوبه. ممنون. من و سروش میخوایم مسابقه دارت بدیم، هر کی باخت دو لیوان آب میخوره. ببین برای من مهم نیست ولی تو دوباره 4 لیوان 6 لیوان اینا میتونی؟ نداره نه نمیتونه کم. چون من که ان شاء الله. آقا ببینیم سروش نگاه کن اینا عدداش اینجا نوشته. خب هر قاچی عددی داره. اگر توی فضای سیاهش و اینجا بخوره همون عدد حساب میشه. اگر توی این بخوره ضرب در 2 میشه. اگر توی این بخوره ضرب در 3 میشه. خب تو اینا تو این دایره بشه. اگه اینجا بخوره زرد، اگر اینجا بشه 100 میشه خودش، وسطش بخوره 50، یعنی کنارش بخوره 50. باش برو بری بزن اینجا. خوبه جامون؟ عالیه. اینم خطش. اینم خط انرژی مثبت. پونزده و هشت میشه 23، 23 و 9 میشه 32. بارا لوسن میزنی تو سر کلم این برا فقط خالی کن. واقعا از اینجا میخوای بزنی؟ دارت اون که تمرین نداشتم، یه موضوع که اصلا تخصصم. راست میگی؟ بزن ببینم. دارتیستم. دارتیست دارتانیان. منم از اینجا بچه تشریفش داریم. آخی you
بشه امشب خندوانه سروش صحت. سروش من شک ندارم که امشب تمام تماشاگرای خندوانه از دیدن تو کیف کردن. ما از این به بعد هفته یک بار هفته یک بار من قربون سروش میرم. من اصلا دائم بقیه را تا اینجوری بگم. هفته یک بار قراره که هفته یک بار ما یک کار باحالی انجام بدیم و یک گفتگو با شخصیت‌های معروف و بین‌المللی بکنیم که دفعه قبل با مسی این گفتگو رو کردیم اینجا؟ آره توی استدی قبلی تو خندبانه بله. و این دفعه قراره که با دیگو مارادونا گفتگو کنیم. من واقعا دوستش دارم. آره خب معروفه. میشه منم سوال داشتم بپرسم؟ آره حتما. اصلا خودم بپرس. آره راحت باش. آره خیلی شوخی میکنم. نه باور کن اینها نگاه کن. الان آماده باشین بچه ها. آقای دیگو مارادونا. آقای دیگو مارادونا سلام، اینجا خندبانه است. راستش من با دیگو راحت ترم. بهم بگو دیگو، چون احساس میکنم رابطمون صمیمیتر میشه. برنامه شما هم که برنامه خودمونیه دیگو جان. بله. شما برنامه ما رو دنبال میکنی؟ میبینم اینجا تقریبا کل مردم آرژانتین طرفدار برنامه‌تون هستن. جدیدنم یه آماری منتشر شده که سرانه خنده در آرژانتین یه چیزی حدود 9 یا 10 برابر شده. واقعا خدمت بزرگی به مردم آرژانتین کردین. فقط میتونم بگم دمتون گرم. به طور ناباورانه این فرهنگ جدیدی رو جا انداختین، فرهنگ خنده. یعنی در این حد تاثیرگذار بوده؟ بله، شما این افسار غما که گرفتین چه جوری بگم، زندگی مردم متحول شد، از این رو به اون رو شد. مردمی که همیشه تو خودشون بودن، از زندگی و شرایطشون شاکی بودن، یه ها عوض شدن. واقعا لطف بزرگی بود. همه یه مردم الان این آویزه گوششون شده که بخند تا دنیا برود بخند. برنامه تو که اومد یه نکته رو به اونا یاد داد، این که باید با مشکلات روبرو بشن نه اینکه تسلیم بشن. این راز موفقیت تو زندگیه. میخوام یه چیزی بهت بگم، منو نگاه کن. همین امروز اومدن در خونه به هم میگن که میخوایم قهرمانی ازت بگیریم. خیلی راحت بعد پیش خودشون فکر میکنن که باید دست و پا بزنم و التماس کنم که وای تو را خدا نگیرین. آره اگه اون دیگوی قبلی بود حتما از لحاظ ذهنی به هم میریخت. آخه مگه یه گل با دست یا بی دست چه اهمیتی داره که هنوز بعد از 29 سال پیگیر؟ فکر کردم که ارزش نداره، گفتم اصلا برین بردارین، اونجا پشت اون کمد قهوه‌ای است. والا یعنی شما اصلا ناراحت نشدین؟ نه گرفتم خوابیدم. بزرگم همیشه اینجور وقت برام لالایی میخوند. لا 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 گل خشخاش، دیگو بستون چشماش، لا 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 پفک خورده به خوابارون زلیل مرده. خیلی حرف زدی، من گشنم شد، صدای شکمم در اومده. زنم هم جای این که بیاد یه مرغی یه چیزی بیاره که من بخورم، ای را میره میگه قهرمانی رو بردن، جاما بردن، جاما بردن، جاما بردن. ول کن بابا، من گشنمه. این ساعت از آرامش خیلی عجیبه. خنده های یه مرد نگاه منو به زندگی عوض کرد. بعد از دیدن خنده های من فهمیدم که تمام مشکلات با خنده حل میشه و نباید خودم رو ناراحت کنم. همین شد که ایدهی به ذهنم رسید که میخوام از طریق برنامه شما به تمام ایرانی های عزیز بگم. من چالشی رو تو آرژانتین برگزاری کردم به نام چالش خنده های بیدلیل که الان تو کشورهای اطرافم فالوئر داره. مثلا الان شما بخند، خودت به جنبش خنده های بیدلیل تبریک میگم. من و آرژانتینی ها افتخارات این جنبش تقدیم میکنیم به آقای کفاشیان خنده های بیدلیل. من یه ذره شبیه مارادونا نیستم واقعا؟ آره نه؟ شباهت داری؟ یه ذره شبیه خاویر باردم هست؟ نه آره وای
بازم بگو. خیلی که توی جزیره هنگام یه سری تصاویر خیلی زیبا بچه‌های ما گرفتن، اینو ببینیم که تماشاش قطعا لذت بخشه. بچه‌ها ایران پر از جاهای دیدنیه، جزیره هنگام ببینید. و اینم گفته بودم که ما از این به بعد در تمام ایران بچه‌های ما دارن تصاویر زیبا و باحال میگیرن و با مردم مناطق مختلف. یه بار بریم جزیره هنگام نمیرسیم. نه اودلاجان رو میرید میتونیم بریم، واقعا اونو نمیرسیم، داریم برنامه کار میکنیم. ببینید و تشریح کنین جزیره هرمز. هنگام هنگام. دیریا برجن کاکا دیریا برجن وقت گل. آقا خانمی که داری منو نگاه میکنی، از زن و مرد و بگیر کوچیک و بزرگ اینا، تا نخندی من حرف نمیزنم، بخند تا من حرف بزنم. حالا خندیدی؟ خوب خندیدی؟ حالا با چقدر سبک شدی خندیدی؟ بس بخند، اگه غم و غصه داری بیا هنگام تا من بخندونمت. گوش میدی؟ آدم بخنده رویت جذاب میشه، جالب میشه. نگاه کن من همش دارم میخندم. خوشت اومد؟ همیشه تنها. امروز هم خانومم رفت واسه عروسی فامیلاش، ما را تنها گذاشت، همه رفتن و ما موندیم و اینجا کلی آرزو. ای دلم ای دیگر، الان صبحانه و نارشام هم شده تخم مرغ. کلن ما اینو تجربه کردیم که آدم اگه همیشه بخنده غم و غصه رو به خودش راه نمیده. همیشه اگه دهنت خندون باشه بخندی، مطمئن باش که غم و غصه نداری. عزیز خدا اما روزی خنده اگه میکنی خنده خنده که در دندانه تو پیدا باشه روزا گمبر شایان بری که در خنده کن بری روزا گمبر با خنده بکن روزا گمبر در خنده کن برو عبدش بیان شامپو مسیه حالیه مقنم بچه بوش بچه بوش همه خنده بابایه برو بیان شامپو مادر فاتی خنده بابا لارا پروردی خنده خو او بزر روشن او خوال بود چونگه بزر روشن یک بود اگه تا خنده نکنی سفایی نیر بیا خنده کنی یکو خنده کن خنده بودی نیر خنده که مجانیم بخنده دنیا بخنده تا خنده هر مسافری سوار بود بگه خنده کن اگه خنده یکی زیری کن بگه هنگام اول اسمش هنگه ما حالا بودن شهر خندون نه قندون ها خندون خندون نه درد دندون نه خندون بفرمی تا نخندی دنیا چه خنده نه کن بس بخند تا دنیا بخنده علی اکبر خنده خنده چاکه دستای هنگومی بالا چاکه 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 بخند تا دنیا برود بخنده ما خالا کامونه به مردم با خنده کردینه این خنده 94 هست خنده 93 چی داری؟ سلام قریبه این استاندارد قایق منه من هر قایقی داشته باشم این سلام قریبه رو می نویسم چون اون شخصی که بالا واژداده اینو میخونه سلام قریبه میاد تو قایق با هم سلام میکنه دیگه میشه آشنا تا تو قایق هم سوار نشده قریبه است سوار که شد دیگه میشه آشنا دوست رفیق این سلام قریبه استاندارد جهانیه دیریا مرجن کاکا دیریا مرجن وقت گل پشمرده بود این عمر غم صد ساله بود یا مرجن دیریا مرجن لالالا یا مرجن تلالالا دیریا مرجن تلالالا اگه تا خنده نکنی سفایی نیر باید خنده کنی یکو خنده کن یک دو سه ده به احترام این که تو به برنامه ما اومدی و
تشریف آوردی. تقدیرت میکنم، لطفا یه جایی بذار که دیده میشه، چون این برای ما ارزش داره. تو خیلی چیزه حرفای خوبی چون زدی، اشکال نداره من یه شعر جدی هم بخونم. حتما این کارو کن. انرژی مثبت. میگه ای در طلب گره گشایی مرده، در وصل بزاده از جدایی مرده، ای در لب بحر تشنه در خواب شده، ای بر سر گنج و از گدایی مرده. بر سر گنجه هستی بکنم، خنده هم هست. آره همین. آره آره آره. پس اشکال نداشت میشه بخونم. عالی بود بابا، حال گرم. هره انرژی دمت گرم، خیلی عالی بود. به من خیلی خوش گذشت. خیلی خیلی آره، کنار رامبد همیشه خوش میگذره. بودن با شما این خوش گذشتن رو بیشتر کرد و بودن در محضر شما خیلی خیلی بیشترش کرد و الان خوشحال و خندان و خنده رو و هندوان خورده میرم خونه و خوشحالم. چقدر خوب، ما دوستت داریم، بازم بیش ما بیام برم من از همین جایی که اومدم اصلا خدافظی کنیم. بیا اینجا ما به اون دوربین همیشه خدافظی میکنیم و میگیم شاد باشید. باش. براشون آرزو خوب بکن. تو تو بگو اصلا فرمی دست شادی خیلی دور نیست ولی خیلی مهمه. شاد باشید. شاد باشید.